من محمد خالصی هستم. خب من مسلمان بودم قبلش، قبل از اینکه تو ایران خب به دنیا آمده بودم و یه چیز طبیعی بود که اونجا همه مسلمان هستن. خب ببینید، ما تو ایران از بطن تولد در گوشمون گفتن و از اون گفتن و همینجوری چیزای دیگه تکراری که میشد، خب این یه چیزی بود که اصلا این یه به اصطلاح پنیسیلین هی به ما تزریق میکردن و تو ذهن و مغز ما بود. من تقریبا وقتی که 15-16 سالم بود خودم رفته بودم توی جبهه جنگ بین ایران و عراقی که بود، یه روز صبح زود بود، من خب سنی نداشتم، 15 سالم بود، دیدم یه عراقی داره از اون میگه روی خاکریز و برام جای تعجب شد و استارت من از اونجا خورده شد. من خیلی خوشحال شده بودم، دویدم پیش فرمانده گردانمون که بگم که عراقی ها مسلمون شده، اینا داره از اون میگه، اینا مثل ما هم مسلمون شدن، که من فکر میکردم چون به ما گفته بوده اینا کافرن دیگه، اینا حمله کرده، اینا کافر، اصلا ذهن کافری رو ذهن مغز یه پسر 15 ساله توی اون دوره خودش، نه دوره الان که با این تکنولوژی که هست، مغز پسر 15 ساله امروزی با زمان ما باز متفاوته. اونجا فهمیدم گفت خب اینا مسلمون هستن دیگه، تو ذهن من نقش گرفت که چرا مسلمون باید مسلمون رو بکشه، ما چرا اصلا با اینا داریم میجنگیم. من حقیقت از همونجا کارم کلن استوب شد و اون علامت سوال چرا همیشه برای من موند، تا حدی بود که من خودم توی سنایی که اومدم بالاتر بزرگتر شده بودم، رفتم خیلی مطالعه کردم روی اسلام، حتی طوری بود که خب ما شیعه بودیم، من خواستم شیعه بیام بیرون، حتی برم سنی بشم، به قول معروف به اونجا برسم، تا اینکه اومدم یه مقدار از کتاب انجیل عهد عتیق، عهد قدیمش اول تو دستم اومد، بعد عهد جدید یه مقدار خوندم، ولی خب از بخشایی از انجیل بود که من توش روشن نشده بودم، ولی میدونستم که این مسیر بهتری میتونه باشه، امنیتش، اون چیزی که داره گفته میشه، واقعیت هایی که آدم میتونه تصورش داشته باشه، چون توی اسلام خب وعده بود شما میری به بهشت، اگه این کارو بکنی بد باشه میری جهنم، پس بیا یه مقدار پولتو به این کمک کن که بری به بهشت، یا نمیدونم این همش وعده بود. این که من خب یکی از آشناهای ما تا اینکه یه کتاب انجیل فارسی کامل به اصطلاح عهد جدید بود رسید دستمون و ما شروع کردیم به خوندن، دیدیم که اصلا متفاوته چیزایی که داخلش هست میگه با اسلام و با اون چیزایی که ما خوندیم. من خیلی تو اسلام مطالعه کردم، من تو کتاب وهابیان مطالعه کردم، تو سنی ها مطالعه کردم، بخشای بزرگی از کتاباش رو واقعا میخوندم و خوندم اون موقع که چیز بود، ولی خب مسیحیت اصلا من انگار وارد یه داستان دیگه شدم، یعنی از اون تکلیف و نبایت ها و بایت ها کناری و خیلی آزادانه تر میتونی زندگی کنی، حتی میتونی خدمت بیشتر بکنی. دیگه گرایش من استارتش در اصل بخواید حساب بکنید تقریبا 8 سال پیش، کتابی که رسید دستم، کتاب انجیل مال به اصطلاح عهد جدید به زبان فارسی، و دیگه خوب تو مسیح قرار گرفتیم و معجزاتی دیدیم و خیلی اتفاقای دیگه برامون افتاد. خب من فرق رو این دیدم که مسیحیت اصلا خارج از دینه، یک مسیره،
یک مسیر انسانیه، یک جاده تضمین شده است، مثل یه اتوبانی که با تمام امکانات و فناوری‌هایی که مثلا درست بکنه که حادثه توش پیش نیاد یا به حد اکثر برسونه. من وصیت رو به عنوان یک راه سالم و ایمن انتخاب کردم که توی این مسیر باشم، چون که مسیر مسیحیت در یک کلام خلاصه میشه محبت. شما توی این جاده باشید، یا محبت میبینید یا محبت میکنید. این باعث شد که من گرایشم به این سو، یعنی چیزی که با دل خودم بود، من دوست داشتم همیشه کمک کنم، خدمت کنم، کاری بتونم بکنم و مردمم همین کارو بکنم و مردمم هم همین کارو بکنم، به من کمک کنم. این خیلی قشنگه. ولی توی اسلام شما نگاه میکنید، یعنی حالا خیلی هستن از اسلام هیچی نمیدونن، حتی خود مسلمان هم نمیدونن، چون یه چیزایی دیکته شده بهشون گفتن، نرفتن بخونن، نرفتن خودشون تحلیل کنن، بگن اینجا که مثلا توی این قرآن گفته که هر کسی که خدا رو قبول نداشت بکشید. خدایی که خودش بنده ها رو داره خلق میکنه، خدا خودش خالقه، خدا خواسته این آدم به دنیا بیاد، بعد تو بری بکشیش، اصلا نمیشه بشینی فکر، یعنی باید فکر کنی. میگه این کلام واقعیته که هر کسی قبول نداشت باید کشته بشه. این آدم میتونه اینو واقعیتو، یعنی خدایی که ما میگیم آقا مهربونه، خدا عادله، خدا گذشت میکنه، اینو میتونی قبول بکنی. خب این اشتباهاتو خب دیگه امروز ما باید مطالعه داشته باشیم. من راحت میتونم بگم 80% این مسلمان ها هیچ مطالعه‌ای توی دینشون ندارن، هیچ چیزی ندارن. اون همه ادعایی هم که میان میکنن اصلا روی دستخط نیست، از خودشون میان، نوشته ای ندارن که بخوان ثابت کنن. من از همون ابتدا که 15-16 سالم بود، اونجا شک تو دل من شک گرفت. من حقیقت هیچ کدوم از اعمالی که از دین اسلام به من بود که غسل باید بکنم، نماز باید بخونم، وضو باید بگیرم، بدنه نمیدونم پاک داشته باشم، اینجا برم اینجا برم، هیچ کدوم اینا رو من اصلا انجام نمیدادم، چون اصلا قبول نداشتم به این مسئله، اصلا قبول نداشتم. توی دل خودم یه خدایی داشتم و احد و واحد میگفتم تک و تنها، یعنی هر چی درد و دل داشتم، صحبت داشتم، فقط با یه خدایی که خودم می‌دونستم، خدایی که دیده نمیشه تو آسمونه، تمام چیز من این بود. و وقتی هم که 8 سال پیش کتاب انجیل به دستم رسید، فارسی خوندم و همینجوری مرتب می‌رفتم جلو، دیدم که خب من گم شده خودم رو پیدا کردم، من قلبم پیوند خورد به عیسی مسیح، ولی نمی‌دونستم کیه. که بعدها خب بالاخره مطالعه کردیم، دیدیم، با زبون شنیدیم، معجزات دیدیم روی خودمون، هر جا این و اون و اینا باعث شد که ما گرایشمون بالاتر بشه و به تصمیمی که گرفتیم افتخار کنیم. تغییر که من الان اعتماد به نفسم مثل یه کارت آبربانک که پول توش زیاده، اعتماد به نفسم بالاست. توی مشکلات زیاد دارم، فقط میگم چون ایمان دارم و میدونم این خاص خداست و من از این بحران میگذرم، این حس خوبی داره واسه من. قبل از اینکه خب من ایمان بیارم، خب من یه آدم خیلی عصبی بودم، چون دوران بچگی من توی بمبارون موشک بارون بود، اوج به اصطلاح کودکی ما، بعد زمان جنگ بود، بر اساس موج انفجار این چیزا، من خیلی عصبی، خیلی ناخودآگاه از خودم خارج میشم. ولی از اون موقعی که خب ایمان آوردم، واقعا میتونم بگم که خیلی اومده پایین، خیلی خیلی، و خیلی راحت هم میتونم خودم کنترل کنم، خیلی راحت تر میتونم خودم، و اون آرامش واقعا بیشتر شده، خیلی بیشتر شده. در مسیحیت فهم میتونم اینو بگم که مسیحیت دین نیست، یک راهه و
و راهش هم که محبته.